درود و وقت بخیر میگم. امروز دوشنبه دوم بهمن ماه 1402 است و با کیوسک دیگر از تلویزیون آریان همراه شما هستیم. به روال روزهای گذشته ابتدا نگاهی میاندازیم به سرتیتر چند روزنامه چاپ امروز صبح تهران. روزنامه رویداد امروز هم این روزنامه دو مطلب قابل توجه را تیتر زده است. یکی با عنوان جنجال سکه، فسادی که حاشیه ساز شد، و دیگری تهران 19 پایتخت آلوده جهان. و روزنامه تجارت در گزارشی با عنوان معمای کسری بودجه مزمن، سیاهی دخل و خرج دولت را بررسی کرده است. امروز دوم بهمن ماه 1402، 78 سال از زمان تأسیس جمهوری کردستان، در مهاباد به رهبری پیشوا قاضی محمد گذشت. ۷۸ سال پیش در چنین روزی قاضی محمد در میدان چارچرایی مهاباد تأسیس جمهوری کردستان را اعلام کرد. جمهوری کردستان در شرق کردستان چند سال پس از برقراری جمهوری آرارات در شمال کردستان اعلام شد. اعلام جمهوری کردستان در دوم بهمن ماه سال 1324 شمسی برابر با 22 ژانویه 1946 میلادی به دنبال سالها مبارزه و تلاش گروهی از روشنفکران و مبارزین کرد در چارچوب جمعیت احیای کرد موسوم به ژکاو صورت گرفت که قاضی محمد دبیر کل این جمعیت بود. قاضی محمد در میدان چوارچرای مهاباد هنگام اعلام تأسیس جمهوری کردستان اهداف اولی آن را بدین صورت عنوان کرد: خودمختاری برای ملت کرد در چارچوب دولت ایران، به رسمت شناختن زبان کردی به عنوان زبان اداری و آموزشی در کردستان، انتخاب انجمن استانی برای کردستان با هدف نظارت بر دولت و موضوعات اجتماعی، انتخاب تمامی مسئولین از مردمان بومی منطقه، اتحاد و برادری با مردم آذربایجان و تدوین قانون درباره رابطه کارگران و کارفرمایان. علاوه بر این، در آن زمان نهادهای اقتصادی، ادبی، هنری و تشکلات نظامی تأسیس شدند. روزنامه و مجله به چاپ رسید و تلاش‌هایی برای تحول در نظام آموزشی صورت گرفت. همچنین برای بهبود وضعیت سیاسی اجتماعی زنان، اتحادیه زنان کردستان تشکیل شد که مینا خانم همسر قاضی محمد نقش موثری در این جریان بازی کرد. قاضی محمد به عنوان رهبر جمهوری تازه تأسیس کردستان پس از اعلام موجودیت جمهوری عنوان کرد: خاک کردستان تاکنون از سوی اشغالگران چند تکه شده و حتی مردم کرد از حق تعیین سرنوشت خود نیز محروم بودند. هرچند که عمر جمهوری کردستان کوتاه بود، اما پرچم ملی در آن به اهتزاز درآمد، ارتش ملی تشکیل شد و مناطق تحت کنترل آن به مرکز سیاست و روشنفکری مبدل شد. سرانجام در تاریخ 26 نوامبر سال 1946 به دلیل فشار نیروهای غربی و آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی طی توافقنامه‌ای با ایران مجبور به ترک شمال این کشور شد. آمریکا به تضعیف جمهوری کردستان انجامید. ارتش ایران ابتدا به آذربایجان و سپس به مهاباد حمله کرد. همزمان با آمدن ارتش ایران به کردستان، چاپخانه‌های کردی توقیف شدند. آموزش به زبان کردی ممنوع شد و تمامی کتاب‌های کردی را در آتش انداختند. پس از آن در 31 مارس 1947 قاضی محمد و یارانش در شهر مهاباد به طرز وحشیانه‌ای اعدام شدند. اکنون به دنبال گذشت 78 سال از تشکیل جمهوری کردستان در مهاباد، مبارزات آزادی‌خواهی و برابری طلبانی خلق کرد در چهار بخش کردستان کماکان ادامه دارد. Thank you.
کد برگاری کد سان جل نردد بار دینش حدیر سماتی کد برگاری کد سان جل نردد بار دینش حدیر ریمان سکتا و باوی تشمان جلانا کردی لمرد نادانی ریمان سکتا و باوی تشمان جلانا کردی لمرد نادانی ایما کردی ایما خواهن باوری بله بینندگان گرامی، اکنون برای گفتگوی بیشتر و ارزیابی دستاوردهای جمهوری کردستان در مهابات جناب آقای حسن قاضی روزنامه‌نگار و نویسنده از طریق اسکایپ با ما همراه هستند. جناب قاضی خوش آمد میگم به شما. نخست میخوام ارزیابی شما در مورد اهمیت تاریخی تأسیس جمهوری کردستان داشته باشیم. بفرمایید. بله سلام بر شما. منم به نوبه خودم این روز تاریخی رو به ملت کرد در همه بخش‌های کردستان و همچنین به دوستان ملت کرد تبریک میگم. خیلی متشکرم برای اینکه از من دعوت کردید در این روز میمون با شما صحبت بکنم. در واقع دستاورد اساسی جنبش کردستان و دوم بهمن و تأسیس جمهوری کردستان این بود که بعد از به هر حال سالها سیاست‌های شوم رضاشاهی و سیستم ستمگری شاهنشاهی در ایران، کردها برای اولین بار تونستن در بخش کوچکی از روشالات کردستان، شرق کردستان، در واقع سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن. ولی خب به نظر من ارزیابیشون از سیاست اون دوره جمهوری شوروی در واقع درست نبود، چون به هر حال میدونیم که همونطوری که شما در رپورتاجتون اشاره کردید، بعد از اینکه این توافقاتی که بین نیروهای به اصطلاح که ایران رو تسخیر کرده بودند به چیز شد و شوروی مجبور شد ایران رو ترک بکنه، عملا از اون پشتیبانی که میبایست از دو جنبش آذربایجان و کردستان بکنه دست برداشت و حتی رهبران حکومت ملی آذربایجان رو مجبور کرد که به علارغم خواست خودشون ایران رو ترک بکنن. اینا خب در زمینه‌های متفاوتی میشه از در واقع دستاوردهای جمهوری کردستان صحبت کرد، مشخصا یکی این که در واقع به دست گرفتن سرنوشت خود خلق کرد، دوم در زمینه در واقع تمام سمبول‌هایی که نشانه از استقلال یا استقلال به معنای در واقع موجودیت خودی جنبش هست، مثلا پرچم کردستان و به وجود آوردن ارتش ملی و مشخصا در اون جامعه سنتی در واقع کمک کردن به شرکت زنان در مبارزه. و مشخصا میدونید که وقتی که حزب دموکرات کردستان ایجاد شد، بعد از یه مدتی در واقع یک سازمانی هم درست شد به نام حزبی آیان کردستان که متشکل بود از زنانی که خب در اون منطقه زنان در شرکت داشتن. نقشی که زنان داشتن خیلی بر واقع ویژگی داشت که اونم این بود که حتی زنان مثل افرادی که در واقع با جمهوری من مخالف بودن، مجبور بودن یا مثلا به عنوان مثال مهاباد رو ترک کرده بودن، در واقع در این حزب یایان شرکت داشتن. در هر حال در هر موردی که میخواییم به مسئله نگاه بکنیم، این تجربه هست، آزمونی هست که در واقع میشه در مبارزات امروزه هم در نظر گرفت. همونطوری که مثلا شما حتما اطلاع دارید، وقتی که در سوریه و در بخشای از سوریه که کردها کانتون ها رو تشکیل دادن، در واقع تشکیل کانتون ها در سال 2016 مصادف بود با روز سال روز دوم بهمن و این نشانه ای هست که این به اصطلاح این جنبش و اعلام کردن این جمهوری در تاریخ سیاسی همه بخشای کردستان موثر بوده. جناب قاضی، شما به دستاوردها اشاره کردید، میخوام نظر شما رو دارم، اگر نقاط ضعفی داشته که برای این درس تجربه بشه برای کردستان، از دیدگاه شما نقاط ضعف این چه بود؟ یکی از نقاط اساسی که من در واقع بهش اشاره کردم مسئله تصوری بود که در مورد سیاست اتحاد جماهیر شوروی به اون شکل وجود داشت. به هر حال اتحاد جماهیر شوروی در اون زمان
بر وقتی که به اصطلاح وارد خاک ایران شده بود و اینا یه منافعی برای خودش داشت و طبق این منافعش میخواست حرکت بکنه و در زمانی که به هر حال به یه جورایی از طرف دولت ایران و مشخصا کابینه آقای قوام السلطنه در واقع وعده و وعودهایی را گرفت و اینا، مثلا راجع به مسئله گرفتن امتیاز نفت شمال دریای خزر و اینا، در واقع پا پس کشید و در این هم در شرایطی بود که خب نه کردستان و نه آذربایجان بدون این پشتیبانی امکان این که بتونن رو پای خودشون بیستن کم بود. ولی خب از اونجایی که این مقاومت هم نشد، ما در واقع نمیدونیم اگه مقاومت میشد نتایجش چی میبود. ولی اون مسئله ای که در واقع الهامی که در پایداری مثلا شخص قاضی محمد و رهبران جمهوری کردستان که حاضر نبودن مثلا کردستان رو ترک بکنن و اینا، و در واقع یعنی تصور این رو میکردن که سرنوشتشون در واقع از نظر شخصی به هر حال بهش ضرباتی وارد بشه و اینا، خب این مسئله در روان و در درون از نظر به اصطلاح روحی در بین توده های مردم تأثیر مثبتی به وجود آورد. این مسئله خیلی مهمه، در این که در واقع مقاومت نشد، ولی خب این مدافعه در دادگاه های بیدادگاه های محمد رضا شاهی هم خودش تأثیر داشت در وجدان کردها و توده های مردم که تا امروز هم به عنوان یکی از دستاوردهای در واقع مبارزات ملت کرد ازش صحبت میشه. بله جناب قاضی، میخوام بپرسم آیا احزاب کردستانی چقدر توانستند به پیشبرد اهداف جمهوری کردستان تا به امروز جامعه عمل بپوشان؟ میدونیم که یه سری پیشنهادات یه سری درسایی برای احزاب کردستانی هم داشته. خب میبینید وضع و شرایط در دنیا و شرایط کردستان و مشخصا شرایط کردستان در ایران هم در این زمینه ها اگه حساب بکنید مثلا مقایسه بکنید با در حدود 80 سال پیش خیلی فرق کرده. متاسفانه اونطوری که باید و شاید هنوز اون اتحادی در جریان جمهوری کردستان که در یه مدت کوتاهی تونستی اتحادی به وجود بیاره که این اتحاد هم در واقع اتحاد پایداری هم نبود، به خاطر همین هم بود که این مقاومت نشد و اینا. متاسفانه این جنبه از عدم اتحاد در بین توده های مردم و مشخصا شما احزاب سیاسی اشاره کردید، خب تا به امروز هم این مسئله ادامه داره و همه هم صحبت از اتحاد میکنن. این جالبه و به نظر من هم این مسئله است که در واقع باید روش درسیه که باید روش اصرار کرد، روش پایداری کرد که به هر حال یه روزی این اتحاد عمومی به دست بیاد و در واقع پیروزی هم بدون این اتحاد غیر ممکن خواهد بود. ولی جناب قاضی، به عنوان آخرین سوال لطفاً اگه میشه کوتاه، برای حفظ دستاوردهای جمهوری کردستان وظیفه خلق کرد به طور عموم و احزاب کردستانی را در چه میدونید مشخصا؟ مشخصا در اون دوران مثلا این اتحادی که بین خلق کرد و خلق آذربایجان که اینا در واقع در همجواری و همسایگی همدیگه میزیستند و به هر حال این اتحاد و پیمانی که بین دو خلق آذربایجان و کردستان در اون زمان انجام گرفت، در اردیبهشت ماه همون سالی که جمهوری سه چهار ماه بعد از تشکیل جمهوری، یک پیمانی هست که برای امروز هم خیلی مهمه، چون هستن نیروهایی که سعی میکنن با افکار شوونیستی و افکاری که در واقع به این جنبش کمک نمیکنه، به کدورت ها کم دامن میزنه و اینا این کارا رو انجام میدن. به هر حال برای حفظ این مسئله خیلی مهمه این اتحاد بین مبارزات و توده های مردم آذربایجان و کردستان بتونه حفظ بشه. بله، با تشکر از شما جناب آقای حسن قاضی، روزنامه‌نگار و نویسنده، که وقتتون رو در اختیار کیوسک امروز گذاشتید. خیلی متشکرم، موفق باشید. ممنون. طی دو روز گذشته کنفرانس ژنژیان آزادی در استکهلم برگزار شد. نیروهای مدافع زنان شرق کردستان پیام بیان کنفرانس ارسال کرد. مضمون این پیام که امروز در سایت کجار منتشر شد. در روزهای گرم و حساس خاورمیانه، سلامهای گرم ما را از سرزمین مبارزه و مقاومت بی پایان کردستان پذیرا باشید. این کنفرانس در هنگامه برگزار می‌شود که ما هر روز شاهد مقاومت زنان در سراسر خاورمیانه ایم. مدتی قبل که از فرماندهان ما آرین آره شهید شد،
با احترام به یاد او، شهدای انقلاب زن، زندگی آزادی، برگزاری این کنفرانس را به تمامی شما زنان گرانقدر و همه زنانی که در مقابل سیاست‌های استعماری حاکمیت ایران ایستادند، چشمان خود را از دست دادند و با شکنجه‌های سنگین مواجه شدند اما هنوز مقاومت می‌کنند، تبریک می‌گوییم. حضور همه ما در این کنفرانس در نتیجه رنج زنان آزادی خواهد است. در تاریخ کردستان زن شاهد قیام‌های متعددی بوده اما در هیچ یک از آنها موضوع نسل‌کشی زنان همزمان با آزادی مورد بحث نبوده، ولی در این چند دهه اخیر با توسعه فکر و فلسفه رهبر عبدالله اوجالان بار دیگر زنان کرد در خیلی زمینه‌ها به پیشگامان مبارزه بدل شدند. ما به خوبی می‌دانیم که در خاورمیانه و جهان گره‌های کور به دست زنان گشوده خواهند شد. رهبرمان با تحلیل جامعه و مسئله زن و آزادی او در چهار پاره کردستان زمینه مبارزات را گسترش داد. دیگر برای زنان کرد همیشه سوال این بود که ما به عنوان زن چگونه زندگی کنیم و چگونه با آن بنگریم. ایدئولوژی دولت ملت ها بر مبنای جنسیت گرایی، ملی گرایی، دین گرایی و علم گرایی است. یک ایدئولوژی با چنین محتوایی برخلاف هویت و هستی زن، جوان و جامعه است. هر یک از این علوم اندیشه، عاطفه، هویت، اراده و همبستگی زنان را هدف قرار می‌دهند تا به تفکر پدرسالاری دوام بخشند. از این رو در قرن 21 زنان و جوانان همچنان با کشتار، دست‌اندازی، خودکشی، کودک همسری، فقر و نداری و غیره مواجهند. این سیاست در اصل جنگی ویژه است که از سوی حاکمیت مردسالار علیه زنان به انجام میرسد. در شرق کردستان و جغرافیای سیاسی ایران زنان کرد، بلوچ، عرب، گیلک، فارس، آذری، ترکمن و سایرین هر روز با هر نوع هجومی مواجهند. انقلاب زن، زندگی آزادی مثالی واضح بود. ژینا، آرمیتا و سارینا و ده ها زن جوان جانشان را از دست دادند. بسیاری زنان دستگیر شدند که از وضعیت آنها اطلاع چندانی به دست نمی آید و از خیلی حقوق خود محروم شدند. یکی از نمونه ها زینب جلالیان است که سلامتی او در خطر قرار دارد. بارها موضوع حجمه سیستم مردسالار در ایران مورد بحث قرار گرفته، پس سوال اینجاست که در مقابل این حملات چه کنیم؟ مکانیزم دفاع در برابر سیاست‌های نظام سرمایه‌داری جهانی و دولت ملت‌های منطقه‌ای یکی از این مسئولیت‌ها و نیازهای مبارزات است. سیستم دفاعی دقیقاً برای دفاع از معیار هویت هستی و در عین حال برای حفاظت از دستاوردهای ماست. حاکمیت مردانه با خشونت فیزیکی، روانی، جنسیتی، اقتصادی و کلامی سعی می‌کند که زنان را بدون سازوکار دفاعی بگذارد و وادار به سکوت کند. بنابراین دفاع از خیشتن و تمامی اجتماع نیاز به بررسی دقیق و نظاممند و مبارزاتی مستمر دارد. در قرن 21 نیز هیچ کس حرفی از ارتش مختص به زنان نمیزد، گرچه در تاریخ زنانی بودند که جنگ را فرماندهی کردند اما حرفی از آنها زده نشده. در روند چند ده سال اخیر اما در کوه‌ها و نواحی متفاوت کردستان نیروهای دفاع مشروع زنان فعال شدند و مبارزه کردند. مبارزان زن علیه حاکمیت اعدام ایران، نیروهای چاریکندیش چون داعش و ارتش اشغالگری چون ترکیه مقاومت کردند و بر این باورند که با سازماندهی و آموزش می‌توانند که هر جایی در مقابل ظلم بایستند. نیروهای مدافع زنان نیز یک ارتش سازمان یافته ایدئولوژیک است که خود را در قبال آزادی تمامی انسان‌ها به ویژه زنان مسئول می‌داند و تا آزادی زن، جوان و جامعه به دست نیاید و تفکر پدرسالاری از بین نرود، دست از مبارزات بر نخواهد داشت. ما با محور دفاع جوهری در برابر سیاست‌های سیستماتیکی که رژیم ایران تحمیل می‌کند بر این باوریم که با رویکردی منطبق با علم ژنئولوژی و همبستگی زنان می‌توانیم در مقابل نظام ضد زن ایران ایستادگی کنیم. مبارزه ما برای آزادی زنان شرق کردستان و ایران و در عین حال برای آزادی جسمانی رهبرمان عبدالله اوجالان است. ما باور داریم همانطور که انقلاب زن زندگی آزادی نشان داد، درد زنان مشترک است و درمان آنان نیز مشترک. همبستگی ما را به هدفمان که آزادی است نزدیک می کند. زنده باد مقاومت و وحدت زنان، زنده باد جانباختگان آزادی، زن زندگی آزادی. زنان میتونستن جمهوری اسلامی رو افشا کنن، جمهوری اسلامی رو بی‌آبرو کنن. این حلقه هایی بود که من میتونم بهش اشاره بکنم در مورد دیاسپورا و در مورد خوده. در مورد راسیسم هم دقیقاً به این دلیل که ماها همه خواه نخواه
در معرض نوعی از راسیزم ساختاری بودیم چپو به فکر انداخت. یعنی علتهای خیلی و در ادامه کیوسک، روزنامه تجارت در گزارشی با عنوان معمای کسری بودجه مزمن سیاهی دخل و خرج دولت را بررسی کرده است. کسری بودجه به یکی از ارکان جدانشدنی لایحه بودجه سالانه در ایران تبدیل شده است و جدول‌های لایحه بودجه 1403 نشان می‌دهد بودجه سال آینده از نظر درآمدی مثل بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته دارای کسری قابل توجه است. به گزارش تجارت امسال هم دولت و مجلس و فعالان بازار کار درگیر این مسئله هستند و اختلاف نظرهایی در مورد لایحه بودجه سال آینده میان آنها به وجود آمده است. نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در روزهای گذشته احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آنها تضمین و پیش بینی نشده است به رغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند. از جمله مصوبات نمایندگان در کمیسیون تلفیق که بار مالی دارد این است که رشد 18% پیشنهادی برای افزایش حقوق کارمندان در این کمیسیون به 20% افزایش یافت که بار مالی فراوانی در پی خواهد داشت. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تغییر در برخی از احکام را حق مجلس دانسته و بر این باور است که تأمین معیشت مردم متناسب با نرخ تورم از جمله وظایف اصلی دولت است، اما رفع مشکلات معیشتی به ویژه مشکلات حقوقی برخی اقشار در آن دیده نشده است. این در حالی است که پیشنهاد سازمان برنامه بودجه برای افزایش حقوق شاغلین در همین بودجه با 2% کاهش نسبت به سال گذشته همراه بود، اما گویا این افزایش حقوق و دستمزد از 18% به 20% دولت را برآشفته کرده و آن را بحرانی در خصوص تأمین بودجه مورد نیاز اعلام کرده است. بر اساس این گزارش کسری بودجه شاخصی اقتصاد ایران در سالهای اخیر بوده است. آمریکا به واسطه عدم توجه به اصلاحات ساختاری و تداوم ناترازی‌ها در نظام بانکی، تأمین اجتماعی و بازنشستگی و شرکت‌های دولتی رخ داده و نتیجه آن تنها کوچکتر شدن سفره مردم به دلیل تحت الشعاع قرار گرفتن مؤلفه‌های اقتصادی نظیر تورم بوده است. روزنامه بعدی روزنامه امروز چاپ تهران است و با تیتر مردم دلخوش به هوای پاک نباشن به معضل آلودگی هوا در ایران پرداخته است. رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با بیان اینکه مقداری از سوخت‌های مصرفی در ایران از استاندارد کافی برخوردار نیستند گفته با سیاست‌های نابجا به آلودگی هوا در تهران دامن زده شده است. مهدی پیرهادی در 210 جلسه شورای اسلامی شهر تهران با ارائه گزارشی به مناسبت روز هوای پاک گفت حدود 29 سال از نامگذاری روز هوای پاک در 29 دی 1374 می گذرد. متاسفانه آمارها نشان می دهد با گذشت حدود 3 دهه نه تنها بهبودی در کیفیت هوا حاصل نشده بلکه تعداد روزهای آلوده هم افزایش یافته است. پیرهادی افزود وقتی موضوعات پیرامون سوخت و کیفیت آن به بهانه‌ای برای امرار معاش تبدیل شده چگونه می توان از هوای پاک برای مردم سخن گفت و به برخورداری از این هوا دلخوش بود. رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه اجرای ترین بند قانون هوای پاک بند سوم آن است، عدم تأمین منابع مالی و شرایط اقتصادی و سیاسی ایران اسباب و بهانه اجرای نشدن این قانون است. اگر هزینه های آلودگی هوا را بسنجیم 11.3% میلیارد دلار برای درمان و خسارت دیگر بخش ها هزینه شده است و اگر این هزینه ها را در بخش پیگیری صرف می شد شاید وضعیت امروز نبودیم. او ضمن اشاره به بی‌توجهی مقامات دولتی به معضل آلودگی هوا در ایران افزود چند نفر باید جان خود را از دست بدهند تا مقابله با آلودگی هوا و اقدامات پیرامون آن در اولویت قرار بگیرد. این خسارت باید چقدر افزایش یابد که مقابله با آلودگی هوا مورد توجه مسئولان قرار بگیرد؟ مهدی پیرهادی پیشتر گفته بود بیش از 27,000 نفر در کشور و 6,398 نفر در تهران در طول یک سال گذشته به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست دادند.
روزنامه کار و کارگر به مشکل بازنشستگان پرداخته و به نقل از یک کارشناس رفاه نوشته متناسب سازی حقوق بازنشستگان پول می‌خواهد نه قانون. تصویب برنامه هفتم توسعه با موافقت شورای نگهبان با افزایش سن بازنشستگی و با متناسب سازی حقوق بازنشستگان فصلی جدید در سالهای اشتغال و بیمه پردازی زنان و مردان ایجاد کرد، به طوری که از این پس زنان در 55 سالگی و مردان با رسیدن به سن 62 سالگی و با داشتن 30 و 35 سال سنوات کاری می توانند بازنشست شوند. با این حال نحوه اجرای متناسب سازی حقوق ها توسط تامین اجتماعی و تامین منابع مالی آن چالش‌های پیش روی این سازمان و هنوز با ابهامات فراوانی مواجه است. روزنامه کار و کارگر در گزارش امروز خود با بیان اینکه در برنامه هفتم حکمی برای بازنشستگان کشوری و لشکری تصویب شد به نقل از علی حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی نوشته است این بازنشستگان چون بیمه و مالیات نمیدهند حقوقشان با متناسب سازی برابری می کند و تکلیف این دسته با منابعی که از سوی دولت اختصاص یافته مشخص است. همچنین مجلس در مقابل انتظارات بازنشستگان تامین اجتماعی و نیروهای کارگری مشابه همین حکم را برای بازنشستگان کارگری هم تصویب کرد، در حالی که این مشابهت بین کارگران و کارمندان وجود ندارد، چرا که به دلیل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف مشاغل واحد در بین بازنشستگان دولتی یعنی کارمندان و کارگران می توانند مشاغل مختلف و ناتراس پیدا کرد. مثلا مشخص است فردی با مدرک دکترا و فلان سال سنوات کاری چه گروه و رتبه ای خواهد داشت، یا یک لیسانسه جایگاهش با هر سال سابقه و مزایش معلوم است، لذا استانداردی برای این قشر وجود دارد. اما در حوزه تامین اجتماعی و کارگران این استاندارد وجود ندارد، چرا که هر کارگاهی و کارخانه‌ای مشاغل جداگانه ای دارد. علی حیدری کارشناس رفاه با بیان این که تامین اجتماعی برای اجرای متناسب سازی نیازی به حکم ندارد، چرا که این حکم را از قبل در ماده 96 و 111 قانون تامین اجتماعی وجود دارد، به اینها مواد مخصوص و متناسب سازی هستند. او تأکید کرد سازمان تامین اجتماعی نیازی به حکم جدید ندارد، بلکه پول و منابع لازم دارد. به همین دلیل است که این بخش برنامه دارای ایراد و ابهام شناخته می شود. روزنامه اقتصاد ملی هم در مطلبی با عنوان خواب زمستانی بورس بررسی کرده که بازار سهام از ابتدای زمستان بازدهی منفی 2.5% داشته است. بررسی ها نشان می‌دهد که بورس تهران از ابتدای زمستان تاکنون با بازدهی منفی 2.5% مواجه شده است. حال بازار سهام همچنان خوب نیست. این را می‌شود در نمودار عملکرد بازار مشاهده کرد. فراز و فرودی که در رفتار این روزهای بورس مشاهده می شود به نوعی پیشبینی را از سهامداران گرفته است، آن هم در شرایطی که فعالان بازار اعتقاد دارند که بورس از افزایش قیمت ها در بازارهای موازی عقب مانده، اما تصمیمات خلع الصائب و آنی مسئولان هر لحظه شلیکی به ارزش بازار است و سرمایه گذاران را با ریسکی تازه مواجه می کند. آنطوری که در عملکرد بازار سهام در طول یک ماه گذشته مشاهده می شود ریزشی در حدود 57 واحد است، به طوری که شاخص بورس از 2,210,217 واحد در ابتدای زمستان به حدود 2,153,203 واحد کاهش پیدا کرده است. این یعنی بازار سهام با ریزش 2.5% مواجه است. بهنام صمدی کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت ریزشی بازار سرمایه و دلایل آن میگوید دیروز دستورالعملی در خصوص قیمت‌گذاری نفت خام و فرآورده‌های نفتی منتشر شد که ابهاماتی در خصوص این دستورالعمل وجود داشت. این باعث شد که بازار واکنش شدیدی را نشان دهد. در ابتدا پالایش‌ها واکنش نشان دهند و سپس این موضوع به بقیه گروه‌ها تسری پیدا کرد. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تصریح می‌کند فارغ از این مسئله تنش‌های سیاسی در منطقه هم روی بازار اثرگذار بودند که هم باعث رشد قیمت دلار در بازار آزاد شد. بیش از 6 ماه از ابلاغ قانون بیمه کارگران ساختمانی در ایران می‌گذرد، اما سازمان تامین اجتماعی هنوز سهمیه‌ای برای کارگران که سال‌هاست در صف بیمه مانده‌اند در نظر نگرفته است.
خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی نوشت قانون بیمه کارگران ساختمانی ابلاغ شد اما هنوز کارگری بیمه نشده است. اکبر شوکت رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در گفتگو با ایلنا نسبت به بیمه کارگران ساختمانی انتقاد کرد و گفت سالان هیچ سهمیه تخصیصی ندادند و همچنان بیمه کارگران ساختمانی قطع است. به گفته شوکت قانونی که چند ماه پیش مصوب شد هنوز تأثیری بر وضعیت کارگران ساختمانی نگذاشته. او با بیان اینکه کارگران ساختمانی بیشترین آمار حوادث کار را دارند گفت امنیت شغلیشان پایین است، درگیر بیکاری فصلی هستند و معیشتشان هم بد است و با همه این مشکلات همچنان از سهمیه بیمه محروم هستند و آنهایی که بیمه شدند هم نگران قطع سهمیه بیمهشان هستند. شاکت افزود کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی با بیش از 500 انجمن در سراسر ایران بزرگترین تشکل کارگری است و هنوز ثبت نشده. از طرف دیگر وقتی امیدی به حل مشکلات نیست، پیگیری مشکلات کارگران هم کمتر می شود. این وضعیت فشار را بر کارگران زیر حداقل بگیر ساختمانی هم بیشتر می کند. سازمان تأمین اجتماعی طی 3 سال اخیر نه تنها به تعهدات خود در قبال کارگران ساختمانی عمل نکرده، بلکه بدترین عملکرد را داشته است. حق بیمه‌ای که این سازمان را از محل پروانه ساختمانی می‌گیرد برای سایر کارگران هزینه شده و کارگران ساختمانی بی‌نصیب ماندند. هر روز خبرهای ناگواری از بحران محیط زیست در ایران منتشر می شود و این بار گزارش ها حاکی است 6 تالاب استان فارس کاملا خشک شدند. شبکه شرق در گزارشی نوشته از 14 تالاب موجود در استان فارس 6 تالاب در این استان به طور کامل خشک شدند که 5 تای آنها در زیر مجموعه حمایت کنوانسیون بین المللی رامسر قرار داشتند و از تالاب های بزرگ و بین المللی به شمار می رفتند. عطا پورشیر از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس گفته تالاب‌های تشت، کمجان، بختگان، پریشان و ارژن به علت کمبود بارش و همچنین حفر بیشمار چاه‌های مجاز و غیر مجاز برداشت بر روی آب از سرای زیرزمینی کاملا خشک شدند. در این گزارش به نقل از عطا پورشیراز تصریح شده است تقریبا در دو دهه اخیر آمار بارندگی فارس کمتر از حد نرمال بوده که این امر موجب خشکی گسترده در سطح این استان شده. طبیعی است که رودخانه های دائمی و تالاب های فارس نیز از اثرات این بیبارشی در امان نماندند، به نحوی که تقریبا همه تالاب های استان یا به کلی خشک شدند یا آسیب های شدیدی به آنها وارد شده است. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس نیز با اشاره به مساحت 209,000 هکتار 14 تالاب استان گفت از این 14 تالاب 6 تالاب در حال حاضر به طور کامل خشک هستند. 2 تالاب از 6 تالاب خشک شده یعنی پریشان و کافتر که روزگاری از تالاب‌های آب شیرین و منشأ حیات و رونق منطقه بودند به شدت خشکیدند. به گونه ای که در شرایط موجود و با مدیریت‌های سرزمینی فعلی نمی‌توان به احیای و حیات دوباره آنها امید داشت. موضوع خشکی تالاب‌ها در سایه خشکسالی و تغییرات اقلیمی و مدیریت ناکارآمد در ایران در دولت جمهوری اسلامی تنها به تالاب‌های استان فارس محدود نمی‌شود. استان‌های مختلف در ایران از جمله فارس، تهران و اصفهان به دلیل برداشت‌های بی‌رویه آب از آبخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی با بحران جدی خشکسالی و فرونشستگی زمین مواجه شدند. در برخی استان‌ها هم استفاده شرکت آبفا از منابع آبی زیرزمینی چند برابر شده که خشکی و وقوع فرونشست گسترده در این استان‌ها را تشدید کرده است. ازامه کیوسک شماره 214 روزنامه خوبون چاپ و منتشر شد. عنوان اصلی روزنامه به زبان کردی زازاکی نوشته است که منزوی سازی کنار خواهد رفت. اسمت کناک ادیتور صفحه زازاکی روزنامه در این هفته مصاحبه با سارا گلین از دانشگاهیان بین المللی در مورد منزوی سازی رهبر عبدالله آجالان در زندان جزیره امراری ترکیه انجام داده است. او در مورد کارزار جهانی آزادی برای اوجلان که پارسال در 74 سالگی اوجلان در 74 نقطه جهان آغاز به کار کرد صحبت می کند. آنچه در امرالی انجام می شود را او غیر انسانی می داند.
با حملاتشان میخواهند داعش را زنده کنند. عنوان دیگر روزنامه است که به هدف نهان تهاجم جمهوری ترکیه به شمال شرق سوریه میپردازد. بریوان خالد رئیس مشترک خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در این باره توضیح میدهد. حملات حکومت ترکیه درها را بر داعش باز میکند. ابتدا تلاش کردند که مناطق ما را با داعش اشغال کنند و حالا به شریانهای حیاتی حمله میکنند. میخواهند مردم ما کوچ کنند تا ساختار خودمدیریتی تهی شود. خوبون گفتگویی با ماریا کریستینا کنتی فعال و حقوقدان فیلیپینی که در کنفرانس بین المللی جنبش زنان در آمد شرکت کرده بود نیز انجام داده است. او میگوید مبارزات خلق کرد و بیویژه جنبش زنان آن برای آزادی است. آزادی اضافی نوشته منور عزیز اغلو نویسنده صفحه زن شعر و فلسفه نوشته کامران سموهدلی در صفحه ادبی ایران خطر بزرگ نوشته زنار رونی و طعم شیرینی یک سال نوشته پروفسور عبدالله پولاد برخی دیگر از مطالب امروز روزنامه خوبون هستند. روزنامه کردی و ترکیه یعنی ازگر پولیتیکا صفحه اول خود را به وضعیت زندان‌های سیاسی در ترکیه اختصاص داده است. این مطلب از جمله حکایت زندگی نوجوانی 16 ساله به نام جان پولاد را بازگو می کند که در سال 2013 در احتراز پارک گزی استانبول برای اولین بار با ظلم و ستم حکومتی مواجه شد. بمب گازی ماموران پلیس به پای او اصابت کرد وقتی مجروح بود دستگیر و زندانی شد. او که پس از مدتی آزاد می شود با گزارش روزنامه ها با عنوان تروریست گزی دوباره دستگیر و تحت شکنجه قرار می گیرد. او سرانجام وقتی که 19 ساله بود به 24 سال زندان محکوم شد. در صفحه دوم روزنامه مطلبی با عنوان پدر هیچ کس سوزانده نشود به ماجرای شهروندی به نام احمدکایه اشاره دارد که سال 1996 سوزانده شد و جسدش را پس از 10 سال در کیسه آرد به خانوادهش تحویل دادند. این اتفاق بانبویی از اتفاقات مشابه دردناک در سالهای دهه 90 میلادی در کردستان روی داده بود. دختر او امینه 18 سال است که در میدان گالاتاسرای استانبول در تجمع خانواده‌های دادخواه شرکت می‌کند و جویای عدالت برای پرونده قتل پدر خود می‌شود. او می‌گوید نمی‌خواهد دیگر هیچ پدری به قتل برسد و سوزانده شود. یعنی ازگر پولیتیکا امروز مطالب دیگری در مورد کنفرانس جنبش زنان در شهر آمد آمادگی دم پارتی برای انتخابات شهرداری ها در اواخر مارس و عملیات پاسخدهی نیروهای سوریه دموکراتیک به تجاوزات ارتش ترکیه در مناطق اشغالی روژاوا منتشر کرده است. کمپین ارسال کارت پستال برای رهبر عبدالله اوجلن در حال ادامه دارد که از حدود سه سال پیش هیچ خبری از زندان جزیره امرالی ترکیه به دست نیامده است. از نوروز 1400 تا کنون دولت ترکیه از هر گونه تماس یا ملاقاتی با اوجلن جلوگیری کرده است و پاسخی به نگرانی ها نمیدهد. معترضان برای جلب توجه به این موضوع کمپینی با هدف ارسال 100 هزار کارت پستال به امرالی را پیش میبرند. مشخص نیست که این نامه ها به امرالی برسند، اما آنکارا به هر حال آنها را دریافت خواهد کرد تا بداند که امرالی فراموش نخواهد شد. کردها و دوستانشان از سراسر دنیا این نامه ها را به آدرس امرالی پست می کنند. ارجان اقبال از مجلس خلق کرد در لندن می گوید دست کم 5000 کارت از سوی کشور انگلستان پست خواهند شد. او می گوید رهبر اوجلن با ایده های مسالمت آمیز و برابری خواهانی خود امیدی برای تمام مردم است. اسارت و منزوی سازی وی را نمی توانیم که بپذیریم. ما به همه این مبارزه تا آزادی رهبرمان ادامه خواهیم داد. ما مردمی هستیم که هرگز در برابر این فاشیزم و این مهاجمان زانو نخواهیم زد. آمار کشته‌ها در جنگ اسرائیل و حماس در غزه از 25000 گذشت و نتانیاهو شرایط پیشنهادی حماس برای آزادی گروگان‌ها را رد کرد. در حالی که مقامات حوزه بهداشت و درمان حماس در غزه می‌گویند تعداد کشته شدگان از آغاز جنگ اسرائیل در این منطقه
از مرز 25 هزار نفر گذشته است. خبرگزاری رویترز از رد پیشنهاد حماس برای آزادی اسرای فلسطینی توسط بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خبر داد. شمار مجروحان فلسطینی از روز 7 اکتبر تاکنون نیز 62,681 نفر اعلام شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد دیروز با اشاره به آمار بالای کشته شدگان فلسطینی در جنگ غزه حملات اسرائیل را محکوم کرد. رویترز نوشت یک شنبه نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد حماس را برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی در قبال خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و پایان جنگ را رد کرده است. بر اساس این گزارش نتانیاهو گفته حماس در مقابل آزادی گروگان‌ها می‌خواهد جنگ تمام شود، نیروهای ما از غزه خارج شوند، تمام قاتلان و متجاوزان آزاد شوند و حماس بر سر جای خود بماند. من صریحا این شرایط تسلیم به حماس را رد می‌کنم. از سوی دیگر دیروز اروپا طرح 10 مادی برای صلح بین اسرائیل و فلسطین‌ها ارائه کرد. قرار است جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز این طرح 10 مادی برای صلح بین اسرائیل و فلسطین‌ها را مطرح کند. جنگ کنونی غزه در پی حمله روز 7 اکتبر گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل آغاز شد. طبق آمار اسرائیل 1140 اسرائیلی در حمله آن روز حماس کشته و بیش از 240 اسرائیلی نیز به گروگان گرفته شدند. تا این مدت بیش از 100 گروگان اسرائیلی با زندانیان فلسطینی معاوضه شدند، اما هنوز 132 تا 136 شهروند اسرائیلی در اسارت حماس و دیگر گروه های ستیزجویی مسلح در غزه باقی ماندند. هرچند که یک گزارش دفتر نخست وزیر اسرائیل به تازگی ارزیابی کرد که 27 تن از گروگان‌ها کشته شدند و پیکرهای آنها در دست حماس است. اعتراضات گسترده علیه گروه‌های راست افراطی در آلمان با شعار نازی‌ها بیرون طی روزهای گذشته همبستگی علیه فاشیسم و نجات پرستی را به نمایش گذاشت. اعتراضات سراسری در آلمان علیه گروه‌ها و سیاست‌های راست افراطی به دومین هفته کشیده شد و دیر صدها هزار معترض بار دیگر در بسیاری از شهرهای این کشور به خیابان‌ها آمدند. بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی جمعیت حاضر در تظاهرات دیروز یک شنبه اول بهمن در بسیاری از شهرها بیش از حد انتظار بود. گزارش حاکی است که دیروز بیش از 300 هزار تن در شهرهای مختلف آلمان از جمله شهرهای مانند لایپزیگ و درستن که حزب راست AfD در آنها محبوبیت دارد به خیابان‌ها آمدند. طی روزهای شنبه و یک شنبه شهرهای مختلف آلمان از جمله کلن، هامبورگ و فرانکفورت شاهد تظاهراتی با حضور 10 هزار نفر در اعتراض به راست افراطی در این کشور بود. اعتراضات اخیر در آلمان پس از افشای گفتگوهای مطرح شده در جلسات گروه‌های راست افراطی آغاز شد. بنابر گزارش‌ها در این جلسه که اخیراً در پوتسدام برلین برگزار شد، سران حزب آلترناتیو برای آلمان AfD به همراه اعضای چند حزب راست افراطی دیگر و دست کم یک عضو حزب دموکرات مسیح حضور داشته و درباره راه‌های اخراج تمامی مهاجران حتی در صورت داشتن تابعیت آلمانی مذاکره کردند. مقامات آلمانی از جمله فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور از تظاهرات اخیر در این کشور تمجید کرده و آن را ایستادن در برابر بدخواهی و افرادگرایی نشانه دلگرم کننده در دفاع از دموکراسی خواندند. ولی بینندگان گرامی، در این قسمت از کیوسک لوان محمدی از مرکز خبر آریا نگاهی میاندازد به عناوین خبر و گزارش های امروز. لوان خسته نباشید، میگم چه خبر؟ ممنون آرام. امروز همونطور که شما هم در خبر آورده بودید، سال روز تأسیس جمهوری کردستان، در همین رابطه پژاک بیانیه منتشر کرده که این بیانیه در واقع جز مهمترین خبرهای بولتنهای خبری در واحد خبر آریان تیوی هستش. به دنبال اون مراسم تشییع پیکر شهید فریال سلیمان خالد رو داریم که با حضور صدها تن از زنان و ساکنان شهر حسکه برگزار شده. در رابطه با وضعیت زندانیان سیاسی در ایران و شرق کردستان که در واقع
با اعدام محکوم با اعدام روبرو هستند در رابطه با رضا رسایی که در واقع درخواست اعاده دادرسی وکلای اون در دیوان عالی کشور رد شده و بسیاری از خبرگزاری‌های حقوق بشری و همچنین بعضی از خبرگزاری‌ها یا میتونیم ببینیم رسانه‌هایی که در رابطه با این مسئله دارن تحقیق میکنن از جمله مرکز حقوقی دادبان به شدت در این رابطه ابراز نگرانی کرده و گفته که جان رضا رسایی به شدت در خطره. در علاوه بر اون مسئولیت شماری از دانش آموزان رو داریم در مشهد در یک مؤسسه خیریه که به گفته رسانه‌های داخلی ایران قریب 110 دانش آموز در اون مؤسسه خیریه ساکن بودند که در واقع دچار مسمومیت شدند و شماری از اونها که تعداد دقیقشون معلوم نشده ولی برخی از خبرگزاری ها شماره دانش آموزان مسموم شده را دست کم 30 دانش آموز عنوان کردن و دلیلش رو نشت گاز در واقع گزارش دادن. گزارشی داریم از وضعیت معیشت معلولین زایعه نخایی در ایران که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی در ایران شرایط وضعیت معیشت این شهروندان رو بررسی خواهیم کرد. در رابطه با کنفرانس دو روزه ژنژیان آزادی که در شهر استکهلم پایتخت سوئد طی روزهای شنبه و یک شنبه برگزار شد، نیروهای مدافع زنان موسوم به هپژه در این رابطه پیامی منتشر کرده که اون پیام رو حتما ما پخش خواهیم کرد و همچنین در رابطه با وضعیت شهروندان فعالین سیاسی و مدنی در ایران و شرق کردستان در واقع بررسی خواهیم کرد وضعیتشون رو و همچنین در رابطه با سوختبران و کولبران که در واقع طی روزها و هفته های اخیر میتونم بگم حملات نظامیان علیه این شهروندان شدت گرفته. فعلا خبرهایی که در بولتنهای خبری قرار گرفتن رو بدین شهر بود که توضیح دادم. بله، با تشکر از لوان محمدی از مرکز خبر آریان. ولی بینندگان گرامی، بدین ترتیب پایین کیوس که امروز رسیدیم. سپاسگزارم که تا پایین همراه ما بودید. اوقات خوبی را براتون آرزو می‌کنم.